گوهر سؤال جناب آقای عباسی اینه که در وانفسای روزگار ما و در وانفسای جامعه ایرانی این عصر، آیا روشنفکران باید بیش از هر چیز و پیش از هر چیز دغدغه چه چیزی را داشته باشند در سطح عموم جامعه؟ البته جوابی که من خواهم داد جواب من طبعا خواهد بود و بنابراین ممکنه این جواب رو دیگران نپسندن یا ناقص بدونن، عیبناک بدونند، ولی به هر حال من جواب خودم رو خواهم داد. به گمان من در این وانفسای کنونی اگر یک روشن فکر در صدد باشه که بهترین خدمت و یا کمک رو به جامعه خودش بکنه، باید مساعی خودش رو مصروف این بکنه که 4 تا چیز در جامعه لااقل از دست نره. یک، اینکه جامعه عقلانیتش رو فدای احساسات و عواطف و هیجاناتش نکنه. خیلی در اوضاع و احوال کنونی ما مستعدیم که شهروندان جامعه ما عقلانیت خودشون رو منکوب و لگدمال احساسات و عواطف و هیجاناتشون بکنند و بعد دست به کارهایی بزنند که این کارها بعدها نتایجی بسیار بسیار نامطلوب و در عین حال بازگشت ناپذیر داشته باشه. بنابراین غلبه روحیه عقلانیت و شعله عقلانیت رو همچنان فروزان نگه داشتن و احساسات و عواطف رو مهمیزش رو به دست عقلانیت دادن، این نکته اوله. نکته دوم به گمان من امیدواریه. فتح الفتوح دشمنان یک جامعه اینه که علاوه بر ویرانگری هایی که بیرون ما رو می کنند، یعنی ویرانگری هایی که در صحنه سیاست، در صحنه اقتصاد، در صحنه حقوق، در صحنه مناسبات اجتماعی بار میارند، امید رو هم در درون ما شعلش رو خاموش کنند. امید اگر خاموش بشه به نظر من دیگه فتح نهایی دشمنان هر جامعه ای صورت گرفته. فتح الفتوح برای دشمن شما همیشه اینه که امید رو در دل شما بمیرانه. بنابراین لااقل اگر جهان ابجکتیو و عینی ما به دست اونها افتاده و مشمول ترک تازی و تاخت و تاز اونهاست، ولی در عین حال اینو حفظ کنیم که امید رو در مخاطبان خودمون زنده نگه داریم، نگذاریم دلهاشون شعله امید درش خاموش بشه. چون بارها من گفتم امیدواران همیشه از امید خودشون سود نبردند، اما ناامیدان همیشه از ناامیدی خودشون زیان بردند بلا استثنا. نکته سومم که ربط پیدا میکنه به امید اینه که روحیه جدیت رو ما باید در مردم تقویت کنیم. جدی بودن در زندگی، زندگی رو بازیگوشی تلقی نکردن، لهو و لعب تلقی نکردن و به عنوان یک پدیده جدی به زندگی نگاه کردن، و جدی بودن هم معناش در واقع 2 چیز بیشتر نیست. یکی این که بدان که تو تافته جدا بافته ای نیستی. کسی که در امر ورزش جدی نیست گمان میکنه دیگران بدنشون با بی ورزش بودن بیمار میشه، اما من یکی بدنم با ورزش نکردن بیمار نمیشه. هر وقت شما در یک کاری جدی نیستید معناش اینه که تو اون کار خودتون یه تافته جدا بافته میدونید.
یعنی مثل این که شما فکر بکنید که هر کسی این باید برای این که به گنجی برسه رنجی بکشه، اما من یکی انگار بدون رنجم میتونم به گنج برسم. خب معلوم شد خود جدی نیستی دیگه. این یکیه جدی گرفتن، که جدی گرفتن به این معناست که تو هم بدونی تافته جدا بافته نیستی و بنابراین همه احکامی که بر سایر انسانها حکم فرماست بر تو هم حکم فرماست. اگر دیگران تا زحمت نکشند به مقصود نمیرسند، تو هم تا زحمت نکشی به مقصود نمیرسی. این یکی. و یکی جدی بودن زندگی معنای دوم هم داره و اون که بدونیم هیچ پلک چشم به هم زدنی نیست که در عالم اثر باقی نگذاره، مگر آن پلک چشمم رو هم بزنم تو کل کائنات اثر داره. ممکنه دستگاه های ادراکی ما اونقدر تیز و حساس نیستن که تأثیرات پلک چشم من رو در کهکشان ها هم دریافت کنن، ولی بدونید پلک چشم من در کهکشان ها هم مؤثره. جدی بودن یعنی هر کاری که کردی یه موجی در جهان هستی ایجاد میکنی، ببین داری چه کار میکنی و داری چه موجی ایجاد میکنی. این جدی بودن هم به نظرم خیلی مهمه. و چهارمی هم صداقته. من فکر میکنم ما باید در مردم صداقت را تقویت کنیم. آدم فقط با صداقته که چه در بیرون پیروز بشه و چه در بیرون شکست بخوره، ولی در درون پیروز شده. و برعکس با بی صداقتی شما چه در بیرون پیروز بشی و چه در بیرون شکست بخوری، در باطن و در درون شکست خورده اید. صداقت قائمه و ستون پیروزی به نظر من. بنابراین اگر میخوام اگر هم در بیرون شکست خورده ام در درون شکست نخورم، باید صداقت ببرزم. انسان صادق در درون هیچ وقت شکست نخورده، در بیرون چرا؟ البته ممکنه شکست بخوره. این صداقت ما خیلی بهش نیاز داریم، چون امروزه از بس بی صداقتی دیده ایم خیلی استعداد این داریم که بگیم که ره چنان رو که ره روان رفتند و ما هم کمابیش بی صداقتی از خودمون نشون بدیم. خب بی صداقتی یعنی شکست، عنایت میکنیم. اما کسی که صادقه در بیرون هم هر چقدر لطمه ببینه، ضربه ببینه، آزار و آسیب متوجهش بشه، در درون به نظر من به پیروزی باطن درون دسترس پیدا کرده. من گمان کنم مهمترین چیز این چهارتاست: عقلانیت و غلبه عقلانیت بر احساسات و عواطف، امید، جدیت و صداقت. این چهارتا سرمایه هاییست که ما باید این چهارتا رو به هر حال در مخاطبان خودمون محفوظ نگه داریم.